بسم الله الرحمن الرحیم. خب زیاد فول آپشن رفتیم که زنا پیش. ما امروز مینوی میخوانیم به نام تکست. سلکو تکست مینو که است زیاد مهم مینو است در کارل درا. یعنی می تکست مینو فرام بالا تا پایان و کل. اگر ما اینم اینجا تکست را می تکست را بگیرم اینجا نوشته کنم، تکست دو رقم است. تکست دو رقم است، یکی حالت آرتستیک داره، یکی حالت پاراگراف داره. من نوشته کردم A B C D E F G H، همینطور نوشته کردم. اینی حالت چیسته؟ آرتستیک است. این حالت آرتستیک است. اگر تکست را گرفتیم این پایان داون کشیدیم و از این قسمت آمدیم سایز زره مثلا فرض کن داشته غرات آوردیم و در اینجا چیز می نویسم، این حالت چه رقم حالت است؟ پاراگراف حالت است. اینجا رفتیم کلیک کردیم مثلا گفتیم 24، اینم اینجا مثلا ما اینو میره نوشته کردم. اینجا کلیک کردیم، حالا نمی حالت چی کدام حالت است؟ حالت مثلا پاراگراف حالت است. اگر ما A B C D E F G H A رو نوشتم انتخاب کرده و در تکس رفتیم کاراکتر فرمتینگ کنترل T کلیک کردم، این از این قسمت هم شما میتونین کمی کار بکنی، این اینجا میشه ایریال است، فونتش را شما تغییر میتی، ایریال را مثلا ایریال بلک انتخاب میکنی. سلکو آمدی فرض کن سایزینگ از را شما میتونی کلان کنی که این قسمت است نه، یا توتالی شما خود این اینجا میگری نوشته میکنی اینجا 100 انتر میکنی. و این اینجا کاراکتر افکت هم شما داره، اینجا نمیفهمم شیفت کنترل شیفت چه میگن کاراکتر شیفت هم داره. خب هر کدام برای خودش یک مزید آپشن هست، یک مفید فایدمند آپشن هست. شما اینم اینجا آمدی سال که اندرلاین میشه که تین اندرلاین بره، اینم اینجا بیا کلیک بکن نمیفهمم مثلا فرض کن در زیر هر حروف یک اندرلاین باشه، زیر مثلا اینم یا دبل اندرلاین باشه و میشه که به میشه که دبل اندرلاین به این رقم پرتی. خب هر کدام میره که تو میپرتی و در قسمت پایان نوشته است ایدیت، ایدیت شه کلیک میکنی باز در اینجا گزینه های دیگه هم داره که شما تکنیس زمین خطر زیاد میکنی، درست تکنیس زیر چی میکنه زیاد میکنی، در پایان سا که نشان میتونی اوکی که میکنی تکنیسش چی میشه زیاد میشه. اگر اندرلاین نخواستی میشه که نن بگیری. استریک ترو ما اینجا آمدیم سال که از استریک ترو اگر استفاده کنم یه هدف ما اینم اینجا تکس را گرفتیم مثلا این تکس است چی میگن شما نه آبجکت است، این اینجا نوشته کردم در بالا نوشته کردم گیس نوشته کردم نه گیس است نه نمی گاز میگه گیس نوشته کردم اینجا آوردیم ایره رنگ مثلا سفید برش دادیم و از اینجا آمدیم ایره ایریال گرفتیم، آمدیم گفتیم که گیس بوده فی کیلو مثلا به طور مثال میگیم 60 افغانی 60 ای اف نوشته کردم صحیح 60 افغانی فی کیلو گیس بوده، ایره در اینجا گرفتیم از اینجا آوردیم این قسمت ماندیم. حالا این رنگ سفید اگر میخواد از تغییر داده بیا پایان یک بسیار بیوتیفول لاین است به نام کوپر بلک، کوپر بلک را گرفتی من رنگ سفید برش میتم، این از این قسمت من یک دانه استرکترو برش میتم یا از اینجا مثلا می استرکترو یک دانه چی میکنم دبل میکنم چی میگن این قسمت بیا نه همینجا تیک میکنی. خب همین استرکترو رو گرفتی در وسط چی میگه درست است، امیر میتونی واپس تو ایدیت کنی، میتونی مثلا نمی رو چی کنی تکنیس را یک ذره زیاد کنی اوکی بکن به این شکل. حالا اگر ما اینجا گرفتیم این بالا کلیک کردم نشته میکنم 50 AF منظور خو میفهمی نه، ای به این معناست که تو در این قسمت آلی که را آوردی اگر رفتی از این خط کوپر بلک استفاده کردی رنگ سفید استفاده کردی و این را سایش را خورد کردی در این قسمت کلان کردی پس دوباره در اینجا مندی ایتلایه رو زدی در دکانت، یعنی چی؟ منظور میفهمی؟ آه میگه گاز فی کلو چند بود؟ 60 روپه بود مگر آلی نیست آلی شده چی قدر؟ 5 افغانی میشه شما به این منظور از استفاده کنی. یکی دوم انگلیش تیچر هستی صحیح؟ اینجا آمده نشته کرده که I am agree I agree کدام سنتنس درست است؟ I agree آی اگریش درست است و اینمی
اینمی رو شما اگر از اینجا بیای که لاین پارت دبل لاین میفته نه سر اردو، چرا؟ چون اردوش در یک جای شما ایره کار کردی. اینمی رو کنترل زید کن، کنترل زید، کنترل زید، کنترل زید، کنترل. خب خیر، منظور فهمیده نه؟ او سر غلط جمله که هست شما یک اندرلاین میپرتی. این رسل که اوور لاین داره، در این شنگ اوور لاین انداختی، مثلا تین باشه جدا جدا در بالا، یا میشه که شما ایره نن بگری. اپر کیس باشه یا سمال کیس باشه، سال که اینی چی هست؟ اینی می سمال کیپس هست و اینجا نوشته است آل کیپس. شما روز اول که میره انگلیش میخوانی، استاد برات میگه کتابچه های چهار خطه بیاری. اینی اگر شما میگه اگر فول لاین نوشته کنی، سر چهار خط توتالی نوشته کنی، باز از اینجا شما اینی میره میگری چی؟ آل کیپس. اگر میگه نه سر سه خط نوشته کنی، باز اینی میگری چی؟ سمال کیپس. کل کپیتل لیتر است، حروفای کلان است، اما یکش دستر چار خط آمده، یکش روی سه خط آمده، اینطور یک استفاده داره. پوزیشن است دیگه، این پوزیشن نمیفهمم که سوپر اسکریپت باشه یا سب اسکریپت باشه. خب این را من چی کار میکنم؟ این سوپر اسکریپت سب اسکریپت را اینجا آمدیم نوشته کنم H، نوشته کنم 2 و بعد نوشته کنم چی؟ O. این را خو H O خونه، آل H 2 نمیخوانی، همون طور است نی؟ شاید بخوانی H 20. صحیح؟ من میگم زمان ایرش تو میخوانم که من دور انتخاب کنم، در پوزیشن رفتم ایره بگم که چی سوپر اسکریپ، چی سب اسکریپ. آل خوانده میشه دو تا هیدروژن و چی اکسیژن، فرمول آب است دیگه. یا مثلا من اینجا آمدم نوشته کردم دوال نوشته کردم x مربع کپیتل لیتر کردم x مربع جمعی نمیفهمم سیوسه ام مکعب، یک چیزایی نوشته کردی حالی تو پشت مانایش نگشت که چه مانا میتر. خب تو اگزامپل را بفهم که اگزامپل چیسته. اینجا اینمی ای دور انتخاب کردیم، رفتیم کجا؟ اپرکیس کردیم نه؟ به این شکل اینمی را شما انتخاب کردی، آل او را اکس مربع میخوانی و ایرم چی میخوانی؟ سیوسه ام مکعب، اما تو میخوانی نه؟ خب این مورد استفاده اینمی هست پوزیشن. اما ایرم من اگر دیلیت کدم، ایرم اگر من دیلیت کدم، اینم اینجی کارکتر شیفت داریم. خب ایره انتخاب کدی سلکو، ایره که انتخاب کدی اینمی ره که تو اینمی ره تو انتخاب کن سلکو ای فعال میشه. من سیره میخواییم به یک درجه اپ ببرم بالا، میبینیم هورایزنتالی چقدر میخواییم که اینمی سیره ای طرف بیارم، اینمی ره میشم ورتیکالی میتونم که اینمی سیره چقدر بالا ببرم. میبینی یعنی شما را اجازه ایره میته که شما یک دنه کاراکتر انتخاب کنی به چند مثلا انگل، به چند زاویه شما را میچرخانی، بالا میبری، پایان میاری. بازدهینی قسمت شما یک گزینگک داری سال که این ریلیتیت است. خب دوباره بر تکرار نمی کنم. در قسمت تکست نمینجه گزینت داره شما گفته align to baseline، سر زمین که کلیک میکنی این پس به جایش میاره، اما این چی نمی کنه؟ صاف صاف نمی کنه. و اگر تو این نمینجه بیایی کلیک کنی از نمینجه بگویی که straight text و پس این به جایش میاره. فهمیده نه؟ دو گزینه دیگر هم در اینجا align baseline، align stride. این می قسمتش کاراکتر شیفت بستگی داره، شما از طریق کاراکتر شیفتی را تنظیم کنی. این منظور از استفاده چی از کاراکتر پاراگراف فرمتینگ اگه داشته باشی، باز یک پاراگراف را مثل پیشتر ما شما گفتیم در بینش فاصله ها را ایجاد میکنه، ایندنت را ایجاد میکنه، تکست دایرکشن ها هست. خب ما اینو میره در بالا موندیم، آمدیم یک پاراگراف اینجا نوشته میکنه. ببین یک پاراگراف را گرفتیم اینجا، نه این پاراگراف مثلا خط را یکم چی کردیم؟ کلان کردیم، اینه 36 گرفتیم، دب 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 نوشته میکنیم پر شوه، نیاز به اینتر نیست، توتالی خود پر میکنه برای شما. حالا اینمی را شما سال که انتخاب کردی اینمی را انتخاب کنه، اینمی هورایزونتال است، نن لیفت است، سنتر است، سال که میبینی نه رایت است، فول جستیفای است، جستیفای را دورت خانده تو نه، فورس جستیفای است، سیتینگ تنظیمات دیگه هم داره، بور از اینجا چه رقم شما جستیفای میگیری تنظیم کن. ای سنتر از تاپ باشه، ده سنتر سنتر باشه، ده سنتر پاراگراف باشه. ای پاراگراف تو اگر حال کلان هم کنی سر که کلان کردی ده سنتر پاراگراف هست یا نه؟ تو میتونه که نظام اینجا بیایی مثلا فرض کن باتوم آف ده پاراگراف باشه، فولی باشه، یا میگه از تاپ از بالای پاراگراف شروع شده ده پایان هم پاراگراف جا داره نه؟ فاصله هایش آمدی سال که بیفور مثلا پاراگراف دو تا پاراگراف داری، دو تا پاراگراف اگر اینجا آمده من این اینجا سال که اینی را از اینجا دلیت کردم، انتر انتر، در اینجا پاراگراف دیگر تایپ کردم.
حالی منظور این دو دانه پاراگراف است. تو میتونه که ندم اینچه قبل از پاراگراف ها فاصله را ایجاد کنه سل که پاراگراف دوم ببین بالا میره یا نه، بالا میره نه، میتونه که مثلا پاراگراف دوم پس داون بیاره پایان بیاره، میشه افتر پاراگراف، بعد از پاراگراف دوم، قبل از تنظیمات میشه لاین ها چقدر بینشان از هم دیگر اسپیسینگ داشته باشه. این گبار شما در ورد خواندی، این به خاطر لنگویج است، نمیفهم لنگویج کدام لنگویج استفاده کنی، کاراکترها در بین هم دیگر چقدر فاصله داشته باشه، کلمات در بین هم دیگر چقدر فاصله داشته باشه، ایندنت خط خط اول چقدر، مثلا شما اگر امیر از این قسمت بیای طرف رایت بگیری چی طرف لفت بگیری، لفت که های این لفت گرفتی این اینجا آمده فرست لاین، خط اول چقدر پیش بره، دور داره امیره داره نه، کنترل زیت میکنی یا پس کنترل زیت دکار کار نکدی را صفر میکنی، از طرف لفت خط اول چقدر مثلا اینی دیگر چقدر داخل شوه، از طرف رایت چه رقم شوه، این تنظیمات است. تست دایرکشن شما اگر فارسی نوشته میکنه باید حتما رایت تو لفت باشه نه، اگر انگلیش نوشته میکنه چی باشه؟ لفت تو رایت باشه. اینی مورد استفاده چی است؟ مورد استفاده پاراگراف است. تب را میفهمی؟ تب در بین یک پاراگراف اجرا میشه، یک دو سه چهار پنج دانه اسپیس معادل یک تب است، یک تب 0.5 این فاصله ایجاد میکنه، من اشتباه میکنم وحید تب را میزنم آلی اونو قدر کم فاصله ایجاد کرد، من اینجا آمدم میگم که در تکست رفتم سر تبس کلیک کنم، این از این قسمت مثلا 0.5 است، اول یا دوم شده و میگم یک اینج آف نشته است نه، ایرا ما آن میکنم، فقط چی میکنم؟ آن میکنم، یک اینج، دو اینج، پنج اینج، ایرا گفتیم اوکی. حالا که من تب را میزنم فکر کن چی میگی؟ تب را که میزنیم اولی گزینه را فعال کن، این هیرم آنش کن، آن کن، ایره این اینجا بیا فاصله ایز را یک اینچ کن، صحیح؟ ایره گفته اوکی؟ نه، در اونجا از اونجا که نوشته کنی عد باید شوه سل کن، توتال اینه میگه با در ورد است، شما اگر در ورد کار کرده باشی، شما اینه میگه جمعیال که نمیال خاندیم کلش در قسمت اینه می پراگراف هسته، اینه میگه کلیک کن اینه می تب هسته، تب از اینجا خود فضا میتیم مثل اونمو دیزاین شده، اینجا منمو گبست خواه دینمی پاورپاینت منمو کارل دراو اما مو گبسته دیگه، کالمز هست میتونه سر کالمز کلیک کنی، چند دانه کالمز جور میکنی؟ ها؟ سه دانه کالمز جور کدی، حالا نمی صفحه شما به چند دانه کالمز تبدیل شده؟ سه دانه نوشته کن ایکوال کالمز ها آیا مساوی باشه، اگر اینی گزینه تیک مارک نباشه ای کالمز ها منظور مساوی، شما میتونید به دل خود دشت غرات بیارین، مال نوشته میکنم سر کن ببین در سه دانه کالم نوشته میشه درست است؟ بعد آمدی سر کالم کلیک بکن از این قسمته right to left, left to right چپ به راست, راست به چپ تبدیل شوه maintain current frame منظور از اینکه اگر من این از اینجا آمدم سل که اینی را از اینجا خورد میکنم اینی را من خورد میکنم سل که ایر خورد میکنم ایر خورد میکنم برای من ایتون مسیج میتا که چی شده چی میگه control z اینمی را من انتخاب کردم، من سایز چی را خورد میکنم، سایز از این را خورد میکنم 36 است، من میگم اینمی چند شوه 24 شوه، 24 که شد تو سل میکنه که اینمی فریم خود خورد نشد نه، فریم به جایش است، فقط تکس یا متن خورد شده. دیگه اینجا آمدی در قسمت امی کالمز میگه مینتین کرین فریم یا بگو اوتوماتیکلی ادجست فریم، یعنی اگر تو اوکی میکنی بازال اگر شما این از اول میگرفتی خورد میکدی باز همی فریم هم به اندازه ازی خود خورد میشه، یا این از این قسمت اگر شما خورد کرده میری محتویات اصل کنه میبینی به این شکل خورد کلان شده میره، خب مقصد زیاد خوب است دیگه، یه از همی چی است پرویو ایج نکنه، پرویو کنه منظور اینه که شما کار میکنه نر که تغییراتی بیاره اونجا پرویو بکنه، یعنی اگر نباشه شما سه دانه کالم جور کو چهار دانه کالم تا زمانی که اوکی نکده باشی اینجا این فکر را نمیبینی چیش تازی؟ ما شما اینجا بولیتز داره می بولیت من اینجا آمدم مثلا نگدن تکس باکس دراو کردم یک تکس باکس دراو کردم من نوشته میکنم مثلا سایز را کلان کردم یکم که دیده شوه همون 36 نوشته میکنم که KPIA offers offers اینجا آمدیم رفتیم در قسمت تکس در بولیت دادیم این ازم اینجا یک بولیت استفاده میکنم یک سمبول مثلا کدام سمبول میگیم یعنی سمبول بعد گفتیم اوکی KPI offers مثلا IT CIT DIT EDATE
سل کالبیا مثلا اینجا شما سایز را که کلان میکنی میبینی که در اینجا از امی سمبولا استفاده شده. در ورد هم امی سمبولا هست نه شما استفاده میکنین، اما در ورد اینی گزنگک های از اینجا که در ورد خوب کار میشه. دیگه گذشته از این من اگر یک پاراگراف بنویسم، اینه میدم دلیلت کال فعلا نیست، شیفت اف 4 اینه اینجا بیا یک پاراگراف من دراو میکنم و در این پاراگراف حال فعلا نوشته میکنم. سایز را کلان کردیم و 36 نوشته کردم افغانستان. افغانستان is one of the most advanced country of the world. Let's suppose در خونه ایست خواه ما فکر میکنیم صحیح؟ پر کردیم نالیده حالا ما در هیستوریک بوکس شما را زیاد دیده اینه اینجا بیا کلی که بگو دراب کپس اینه میره بگو اوکی ایره چقدر کلان کده برای شما در وردم شما میره داره سایزینگ برش میتی چقدر کلان شده. بیا اینجا نگاه کن افغانستان حروف اول را چقدر کده برای شما کلان کرده. ایدیت تکست سر کلی که امی تکست را آلی ما ای چی فایده داره ایدیت تکست من اینه اینجا مدام نوشته کدم کیهان K-Y-H-A-N یک گنا میس اسپیل دارم اینه میره کلیک کدم حالا من میشه که اینجا بیایم بگویم که ایدیت تکست اینه اینجا ای ما یاد ما رفته بود بگویم اوکی صحیح؟ و شما ساده که هم اینه اینجا است که نمیره بیایم انتخاب کن چه نظر اینجا یک کار بکن صحیح؟ خب دیگه گذشته از اینجا چی داریم؟ insert symbol character سری کلیک کن یگان کاراکتر یگان سمبول اکاس اینجا اینه اینجا بیا سمبول کاراکتر اینه میره کارت میشه اینه می قسمت اونم سمبول کاراکتر آوردی. غیر از این قسمت شما در هر جای حق وارد کردن سمبول کاراکتر را داره. مثلا من اینم اینجا رفتم اینجا در فونس رفتم پایان یا در فونس اگر دبلیو نشته کو اینه اینجا بیا ویب دینگز یا وین دینگز را پیدا کو خو اینجا ویب دینگز یا وینگ دینگز اینی سمبول اکا اینی می کارت میشه نمیره انسرت کن اینی می کتاب کارت شده بود اگر تو بخوایی رو جور کنی میشه جور شده می کتاب در این کارال را مگر این زیاد مشکل است نه اینی می رو شما اینی می رو انتخاب کنی انسرت کنه صحیح؟ اینی می دوسیه اگر تو میاره انسرت کن این دوسیه را که نمیال زکریا ما یاد داره که دیمی چرا خمیره بسازه در ما مطمئن هستم صحیح؟ دیگه گذشته از این داره ما شما insert formatting code منظوری تو مشکل پرابلم زیاد کلان پرابلم نیسته این را که آمده مثلا اینا یک نوع سمبول هسته بیا اینجا کلیک کنه کودینگ هسته alt را امرای چی بزن؟ مثبت منفی بزن این دشت آورده این دشت آورده نمیفهمم میبینی آپشنال هایفن را برات میاره یک قسم سمبولک هاست که شما او را میارین اگر خوب است اگر زیاد اون مهم نیست اینی هر دو تا گزینه را ما فهمیدیم پیشتر در بالا درست؟ مگر اینی یک گزینه بسیار مهم گزینه است این دیگه بیخی زیاد مزید آپشن است بینم اینجا اینمی دایره دراو کن ای دایره را دراو کن صحیح؟ ای دایره را شیفت زیر دستت بگر چند را جور کن تکس را گرفته اینجا کلیک کن کیهان پویا انفارمیشن تکنولوژی سنتر اینجا ببین کیهان پویا انفارمیشن تکنولوژی سنتر ما آمدیم در قسمت اینمی تکست فیت تکست و پد گفتیم سل کن در کجام جای شما ایره کلیک میکنه میمانه ببینی اه کیهان پویا انفارمیشن تکنولوژی سنتر ببینی یک مشکل داره شما از کارال درو ایکس سیکس استفاده کن یا از کارال درو دوازده استفاده کن خیلی جالب است و او فکس در سنتر برات میاره. آره تو ایره ای تو که جور کردی باز مجبور میشه که ایره شما چی کار کنی انتخاب کنی در ارنج بگو بریک اپارت و بعد اینی سمبول که شما در اینجا داری ایره دیلیت کنی راه داره ایتون نیست که راه نداشتش خب حالا کلید شیفت را زیر دست خود گرفتی این کلان کنسل کنه راست کلیک میکنه نه
این مرکز به این شکل تو میتونی که رو جور کنی. مگر در او کارال راه دیگه کسی او بیخی خوب راحت شما میتونی که اوتوماتیک بهش بیاره این رای قسمت. اینی مورد استفاده چی است؟ مورد استفاده اینمی فیت تکست پد است. نه در این پد، در هر پد شما مثلا خواسته باشی. ما آمدیم سال که اینجا پین تولز را شما داشته نه؟ پین تولز را گرفتیم اینجا کلیک کردم. یک کلیک دیگه در اینی قسمت میکنم، اینی قسمت ایره به این شکل اینجا را هایش میکنم. بازم اینجا دبل کلیک میکنم خلاص دیگه. مال اینمی تکست را گرفتیم، نوشته کردم کیهانی پویا مثلا آیتی سنتر مثلا نمی چوچه خوب خورد گذنه نوشته کن. بیا اینم اینجا برو سل کو ای فیت کو اینجا و ای اردو چون یکی آمده ای رو تو سلک کو کنترل کی بکو بریک اپارت کدی نه شارتکت زدی. من لاین رو دلیت میکنم، این لکایی تو یا نوشته تو اموتر میمانه. صحیح شد؟ ای بسیار زیاد کارتان میه این قسمت. پاراگراف تکست، پاراگراف خوشو تکست، یک لحظه سلکا تکست را آورده شو تکست. تکست را یک تکست باکس اینمینجا دراو کن سلکا، یک تکست باکس اینمینجا آوردی همین را دوتایش دلیت کن. یک تکست باکس من اینجا دراو میکنم، یک تکست باکس، یک تکست باکس در پالوش دراو میکنم. دو تا تکست باکس سال که این لینک داره در بینشان، این اینجا کلیک کردم. حالا ایره که انتخاب میکنم، اینی تکست باکس را انتخاب کرده سال که اگر دیگه تکست باکس ایجاد میکنم باید اینجا کلیک بکنم سال که در این قسمت یک دانه تکست باکس دیگه ایجاد کردم. چند دانه تکست باکس ما داریم اینجا؟ سه دانه تکست باکس داریم. این تکست باکس ها در بینشان فیلان لینک وجود داره. لینک ای چی فایده داره لینک بین از اونا که باشه؟ من زمانی که میم در این تکست باکس سایز مثلا خط را کلان میکنم سال که اینجا که ما نوشتن میکنم این تکست باکس پر میشه اتوماتیک متن میره در داخل دیگه تکست باکس. خب اتوماتیک در داخل دیگه تکست باکس متن انتقال میکنه و همین کارسر اتوماتیک در دیگه هم انتقال میکنه. حالا این فایده اینم اینجا است که شما اینم میتونه اگر کار کردی بعد بیاد اینم قسمت برو اینم اینجا لینک باشه یا لینک را از بین میبری. لینک باشه یا لینک چیکار میکنی؟ از بین میبری. اگر تو بگو ان لینک به این معناست که آل دیگه لینک نداره، نوشته در داخل خودش است اما ارتباط نداره. اگر گفتی که ارتباط داشته باشه باز در اون صورت شما میتونه که اینم اینجا بیای بگوی لینک، ای که گفتی لینک سال کنه برات نشان میده لینک در بینشان هست. سال کو اگر من اینی سفر کلان میکنم فیت اینمی خرد کلان اگر شوه، منظور اینی شما متن نمیبینی که اینی قدر جا داره نه؟ شما در اینجا گزنگک داره بگو که فیت، ای که گفتی فیت عرصه پاراگراف ای به شکل اوتوماتیک متن را کلال میکنه در داخل چوکات فیت میکنه برای شما. ای هم خوب است مگر استفاده داره. یوز هایفنیشن. هایفنیشن چی را میگیم ما؟ ما اینم اینجا اگر مثلا فرض کن افغانستان نوشته کنی یگان کلمه بیای نوشته کنی، ما اگر در این پاراگراف ها گفتیم که یوز هایفنیشن و بعد شما مثلا در این قسمت آمدیم مثلا که در اینجا آمدیم این طرفتر این طرف نوشته میکنم افغانستان. خب یک دفعه ایره کمی پایان آوردم. ای باید ایره خم نمیامد، ایره انتخاب کن بگو تکست یوز هایفنیشن. هایفنیشن مثل چی میمانه؟ مثل نمی خب هایفنیشن را تیک مارک کن، در هایفنیشن سیتینگ برو بگو که مثلا مینیمیوم لینت مکسیموم لینت کم زیاد چندان کرکتر مثلا باشه اینجا مینیمیوم لینت وار تنظیمات میکنی از قسمت بریکینگ و بعد بگو اوکی. سال کامه داره هایفنشن یا نه؟ افغانی را بالا آورد یک دانه دشت داد استانش را پایان آورد. شما در اینمی انگلیش نیوز از اینا زیاد دیدین انگلیش نیوز، چون به خاطر که اگر شما را بخواین که جستیفای میکنین شاید در یک قسمت خراب شود متن است پیش شما، پس ما هایفنشن را فعال میکنیم تا یکی کار کنه. رایتینگ تولز است، سپلینگ را چک و گرامر را چک رو نمیفهمم، لغت مترادف شده بکش، اینا کل اونمو گزنه است که در ورد شما داری. یک این کورت که است این دیگه کدام معنای خاص نداره، دیدم اینجا بیا نمیفهم که ایره این کورت بکنی در کامپیوتر میجه نورده شور دیگه گذشته دیما شما چینج کیس داری، سر چینج کیس کلیک بکن بیا کل گروف ها رو در لور کیس تبدیل کن، گروف های خورد بعد کلیک کردی مثلا نمیفهمی رو در اپر کیس تبدیل کن، در تایتل کیس هزار کلمه حروف اولش را کلان بکن و می شکل تنظیمات داره قسمت make text for web copy table.
یعنی امی متن را ما سیف میکنیم در سایت اینترنتیم ای سازگاری داشته باشه، نه کپیتیبل باشه. کانورت داره دیگه از قسمت نمیفهم استاتستیکس رو میگم. سر که اینجا آمدیم یک تکس داره، نمی اینجا نمی تکس نه، کنترل آی بزن. خیر کنترل آی بزن. ما که یک چیز برای شما میگیم، شما باید سلام گپ ما باور کنه که صحیح است. اینم اینجا کلیک بکن ببینید، اینم اینجا اینم عکس را ما آوردیم، اینم عکس را اینجا آوردیم درو کنیم. اینم جامدم سل کو دیدین بیت مپ رفتیم سل کو، آیا اینا فعال هستن؟ یعنی اگر فعال بدن به این معنی است که عکس بیت مپ از خودش، اگر نبود ما دیروز برای شما گفتیم عکس تکس اف بیت مپ کار داره، نه که ما در این قسمت یاری اینجا کار میکنیم حالت بیت مپ از اینجا جست که میکنه میره. بعد اومد سل کو اینم اینجا اوتو ادجست، یعنی می عکس را به شکل اتوماتیک ادجست کو تنظیم کو اگر اشکال دهیش هسته. این کارا در فوتوشاپ میشه. خب کنترل زی کو. بعد اومدی در اینجا مثلا فرض کن ایمیج ادجستمنت لپ، میتونه که از اینجا از لحاظ مثلا رنگ و ادجستمنت و این طور چیزای مثلا سر زی عکس، سر برایتنس، سر کانتراست، نمیفهم سر هایلایت، سر شادو یزی، سر مثلا میتونه زی تغییرات بیاری. بعد بگو اوکی. یک افکت است، ریدی میت افکت است. من اینجا نمیایم خودم بسازم. اگر نمیفهم استرایت این استرایتن ایمیج، ایمیج را نمیفهم از این تغییرات سرش میاری و چه رقم فرض کن تغییرات و تنظیمات میکنی ایره، و بعد از این قسمت نمیفهم این طرف ایره انتقال میتی. استرایتن چی میگن؟ یک نوع حالت برش میته. ما خود اینا زیاد سرش کار نکردیم، به خاطر برای شما میگم فایده مند نیست. بیاین اینجا برو سر مود حالتایش تغییر بده، نمیفهم این فلیک بکن. این از این قسمت پایانش باز یگان گزنگک ها برای افکت داره. خوب است مثلا از جمله مو افکت پیشتر پیچ کرول را کار کردیم. از کدام طرف؟ این از طرف بالا. من میگم نه، این از این گوشه باشه. چی رنگ بیگراوندش باشه؟ من میگم بیگراوندش مثلا سبز باشه، زیاد باشه یا کم. واید و هایدش انتخاب میکنه. ببین از این قسمت یک افکت برای شما داره. یگان جای از اینا شما استفاده میکنه. مثلا در کجا جای از این شما استفاده میکنه؟ من اینم اینجا میخوام یک تبلیغات، یک چی میگن مثل که نمی اینمی ده اینجا هستم. من اینال ده اینجا اگه شماره تلفن خود بزنم، باز این از این قسمت یک تار آوزان میکنم، باز ده این قسمت یک لوگو جور میکنم، ده او شماره تلفن آدرس خود میزنم. ده یکان جای شما دیده باشه شاید. ما آمدیم چی کار میکنم؟ اینمی ده یک رنگ فرض کن سیاه برش میتونم. آمدیم در قسمت امی تردی و در قسمت پیچ کرول زد که پیچ کرول کار نکرد. در کانورت ایمیج کانورت بیت مپ بزن و بعد بیا در قسمت پیچ کرول. ما میگیم این از این گوشه، این از این پایان، بک‌گراوند کالرش هم سرخ باشه و بعد بگویم اوکی. اینطور یک حالت برای ما بدی، اینطور یک حالت که دادی. ما در قسمت بالا آمدیم سلکان، قسمت بالا آمدیم ها. این هم اینجا یک دایره گک دراو میکنم. این دایره که دراو کده، من این رنگ سرخ میتونم سفید میشم میتونم برشه که به این معناست که قسمت چی شده؟ سراخ شده. صحیح. حالا ده اینم اینجا اینمی رو گرفتیم، اینمی رو هر دوتایش رو انتخاب کردیم، گفتیم کنترل جی. یعنی چی؟ گروپ. در مرکز کلیک کردیم، این از این قسمت ایره روتیت میکنم یک کمی به این شکل. حالا آمدیم ده اینجا تکس رو گرفتیم، نوشته کردیم مثلا 077-32-32-540 ای سلفون نمبر ماست. اینم اینجا ده سلفون نمبر آمدیم، ایره مثلا کوپر کالر گرفتیم و رنگ سفید برش دادیم. ایره آوردیم ده این قسمت، تکس این به شکل میچر خانم و ایره دینی قسمت مونده. سر که استایل است منظور اگر شما استفاده کرده، نه؟ خب اگر آمدی مثلا اینجا نوشته میکنیم که کابل چار راهی شهید ده بوری، صحیح؟ اینجا در بین قوس نوشته میکنم MAIN MIN BRANCH، یعنی چی؟ MIN BRANCH، شاخه اصلی، صحیح؟ شما اینمی را آوردین اینجا، سرش کلیک کردی و اینمی را یک رنگ برش دادی، سرش کلیک کردی، از این مرکز را میچرخانی به این شکل و بعد را انتخاب کردی، این را آورد در این قسمت و بالا ساری اینی تکس را گرفتی، کلیک کردی، یک کم دیگه می را چرخشش دادی، بعد این انتخاب کرده برده بالا ده این قسمت. اینجا کلیک کن، یک توتل یک کم باز ایره بشر خان به این شکل. مگر ایره یک خط بسیار نایس خط استفاده کردیم.
من رئيس only because of you. اینجا یک دنا یک علقه میکشم خو اینجا کلی کدوم یک علقه را مثلا فرض کن ده خیلی زیاد هسته، چار برش لاین میتون صحیح؟ چار برش لاین دادم، چار لاین دادم رنگ سرخ میتون برش، ساری رنگ سرخ برش میتون. ایره کلی کدوم ده این قسمت ماندم، ایره رنگ سیاه برش میتون، رنگ سیاه برش میتون صحیح؟ ایره کنترل دی کدیم، ایره ده این قسمت کلی کدوم رنگ چی برش میتون؟ سبز میتون. یک علقه میخواییم جور کنم، ایره یک کار دیگه کن، اینم اینجا اینمی را انتخاب کن، در قسمت ویو برو بگو که خب بگذار از اینجا اینمی سلکشن را بگر، مرا زیاد میکنن کلان کنه، کلان که کدیم سال تو چی کار میکنم؟ اینی رنگ سیاره درست؟ ما ایره کنترل سی کنترل وی میکنم، اینجا دو دانه جور شد ایشه ای طرف ماندیم، این یکی را انتخاب کردیم، یکی را انتخاب کردم، سلکو چی کار میکنم؟ خوب دقت کن کدام قسمت را ما دقیقا انتخاب کار دارم، این قسمت از را یک سلکشن را گرفتیم، این از یک قسمت خکار چچ وای چرا یک قدر اذیت میکنه؟ علی متوجه هستی؟ اینمی را انتخاب کردیم سلکا، این از یک قسمت رفتیم، خب این را انتخاب کردیم کدی این یکی اینمی را انتقال دادیم در این قسمت، یار دو انتخاب است، ما سر کدام کلیک کردم؟ سر تریم کلیک کردم، کنترل زد سر این دیگه کلیک کردم، انترسکت میگن، سیمپلیفای میگن، سیمپلیفای کلیک کن، ای تو رکار کن، خیر رکارد میکنیم، ای بیرون والا را یک رنگ میتی، مثلا ما سرخ رنگ میتیم، اینی وسط زیرا رنگ نتی، ما چی رنگ نتی، چی میگه کنترل زد کنترل زد کنترل زد، اینی وسط را انتخاب کن، ایره برش سفید رنگ بدی. ما پیشتر که کار کردیم ما گرفته بودیم فقط چی میگن اوتلاین را رنگ داده بودیم، داخلش رنگ نداده بودیم، از اوتلاین جور کرده بودیم. ما آلی چی کار میکنیم؟ آلی اینی میره ماندیم در این قسمته، دوتا که شد ای وسط زیره برای صبح چی میمانه؟ ما آره میگم کار بس از کار دارین؟ خب خیر است، کار دیگه میکنیم ببینیم خیر. ای فری هند را میبینی؟ فری هند را ای از اینکه ساده چیز نمیشه دیگه، اینه کنی فری هند کار کن، خب اون نشد، مختلف راه هسته، بین از اینجا فایف گرفتی رنگ نمیرم چی میتی؟ سرخ میتی. آلی یک کار کن، آلی که یک کار میکنی اینمی قسمت اینی قسمت هزره، یک کاپی ازش بگی سلکو، یک شکل درو کن، کجاست پین تولز؟ اینه پین تولز را گرفتیم، پین تولز یک کلیک اینه این نقطه کن، یک کلیک اینه این نقطه کن، یک کلیک ده اینی نقطه، یک کلیک ده اینی نقطه، یک کلیک دینی نقطه کو، کلیک نشده اجنما ناب کلیک کرده رفتیم، یک کلیک دینی نقطه کو، یک کلیک هم دینی نقطه، یک کلیک هم پس دینی نقطه کو، ای را سفید رنگ بده، خیر او سلکو یک دخه کنترول کیو کو، کنترول کیو کردیم اینجا کلیک میکنه، ما میگم تو کرف و ای را آوردیم به این شکل، اینجا راست کلیک تو کرف زدیم و ای را آوردیم به این شکل، در قسمت ای را رنگی سیاه برش دادیم، رنگ سیاه که دادم اینی قسمت زیاد کلان آمده نه، اینی را ایر از اینجا انتخاب میکنیم، میشه که اینی را ما از اینجا بکشیم، چی بیر پارمیز چون؟ شی پروزی کنیم از نوتاج بگی تاک خودش تانیز یا
صحیح؟ خب به می شکل ایره تنظیم که منظور از یه اصل که صحیح آمده، نگاه کن یک زنجیره هست از اینجا آمده، فکر میکنی از این طرف رنگ آمده، از اون طرف سراخ بر آمده رفته بیرون. اینی کارا رو شما اگر خواسته که همراه اینمی بیت مپ بکنی میشه. اینجا زیاد گزینه های دیگه هم داره، کل افکت است، ریدی ریدی افکت است.